گشایش یک نمایشگاه صنایع دستی زنان در بلخ. افغانستان اسلامی امارت وزارت صنعت تجارت ریاست نمایشگاه یا ریاست نندرتون په 1403 کال کې 50 برنامه په نظر کې لري چې د هغې جملې نه یوه نمایشگاه په بلخ کې دایره شوله او نورې نمایشگاهوې الحمدلله په نورو ولایتونو کې په پلان کې لرو. نه نمایشگاه چې هغه زمونږ بیرونی پلان دی، تاجکستان دی، ازبکستان دی، ترکمنستان دی، روسیا ده، ترکیه ده، او انشاءالله مونږ تاسو به د دغې نمایشگاه شاهد یو. در این نمایشگاه سه روزه تولیدات داخلی در 130 غرفه به نمایش گذاشته شده است. زنان اشتراک کننده در این نمایشگاه می خواهند که مورد حمایت قرار گرفته و مردم نیز از تولیدات داخلی استفاده کنند. راه اندازی همین چه نمایشگاه برای خانم‌ها بسیار یک پیشرفت خوبی به بار میاره، به خاطر که محصولاتشان را به نمایش میبرن و کسایی که قرارداد میگیرن میایند و قراردادی امضا میکنن و این بسیار یک پیشرفت خوب برای خانم هاست که قراردادهای بزرگی را کسب میکنن. در همین حال مقام های محلی میگویند که متحد به حمایت از متشبثین هستند و قرار است در سال جاری چندین نمایشگاه دیگر نیز برگزار شود. ما در تاجر صاحبه هر وقت گفتیم که بیاین در داخل افغانستان سرمایه گذاری بکنه، در داخل افغانستان شرکت ها و فامریکا را ایجاد بکنه و هر گوشه کنار دنیا باشه بیا در افغانستان. الحمدلله امروز افغانستان امن امنیت است. سالون زنان و مردان حدود 130 غرفه فعال است که بیشتر از این به خانم ها اختصاص داده شده، 80 غرفه و متباقی 50 غرفه مربوط به مردان باشند. بخش خانم ها قسم شما میبینید بیشتر صنایع دستیشان قالین که هم جمله صنایع دستی و به اصطلاح جزء افتخار صادراتی کشور ما اسلام میشن اینجا به نمایش گذاشتن. از سوی دیگر مسئولان در سازمان جهانی کار میگویند که در 3 سال گذشته در شمال افغانستان برای 10,000 تن زمینه کار را فراهم کردند. سازمان بین المللی کار در طول 3 سال گذشته به بیش از 28,000 نفر از مردم در منطقه شمال افغانستان خدمت رسانی نموده است و به طور مستقیم بیش از 100 کسب و کار خرد، کوچک و متوسط را مورد حمایت مالی قرار داده که منجر به ایجاد و بهبود نزدیک به 10,000 شغل در این منطقه شده است. با این همه نماینده سازمان جهانی کار می افزاید که در این مدت برای 4,600 تن به شمول 3,400 زن زمینه فراگیری مهارت‌های مربوط به کارآفرینی، توانمندسازی زنان متشبث و دانش مالی فراهم کردند.